خوشگله. مال اینجا که نیست، از دبی آوردی شده؟ این کادوه داداش افضل آبجی سلماست، برای عروسیم بهم دادن. برای ماشینم هم یه قرون ندادین، بس سر تا پای خواهرتو طلا گرفتی. دلیل این که به کوثر جهاز دادم فقط نشین بود که دل خودم خوشم. برای دلخوشی خودت که دل منو سوزوندی، بعدم این که به خاطر اون کوثر می‌خواستی دستمون بلند کنی اصلا نمی‌دونم. اینا عشق میشه همه رو تو مشک گرفت، ولی شما اصلا سعی نکردید. خودم یه چیزی میسازم که داداش داداش خودشو بکشه. حتما قصه زلیخا رو شنیدی. کاملا درست میگیم، ولی زلیخا خار و زلید شد. الان 3 روز اسباب کشی کردی، بعد این هنوز اینجاست. فعلا همینجا میمونه. چرا؟ جای جدیده، معلوم نیست چه محیطیه، آدماش چطوریه. تو هم که یه زن تنها، بالاخره تو خونه باید یکی باشه دیگه. من که اینطوری فکر نمی کنم. فکر میکنم بعدم بهتر باشه. حالا کی میخواد شکمشو سیر کنه؟ به من که امیدی نداشته باش. با سلما حرف زدم، از فردا خدمتکار میاد. آخه سلما چرا؟ خودم میتونم خدمتکار بیارم. تو باید به بچه ها برسی. خونه هم خیلی به هم ریخته است. این مستخدم زرنگه، دائم اینجا میمونه. آه. حالا این دعوتی که کردی چجوری میخوای قضاشو بهش بدیاره؟ یعنی چی از کجا بدونم؟ تو میپذی دیگه. نه خیر، من نمیتونم این همه وقت تو آشپزخونه بمونم. باشه، پس به تمنا بگو بیاد. خدا به دور، چرا تمنا بیاد اینجا؟ حالا چرا انقدر عصبانی هستی؟ برای چی نباشم؟ شنیده بودم مادر شوهر کوثر گفته بود که نمیخواد هیچی جهاز بدین، ولی خونش پر از وسیله است. چه حرفیه؟ اون هرچی هم بگه نمیخواد، خواهر منه، نمیتونم دست خالی بفرستمش که. تو هم الو؟ بله بله، یه رو به دیگه میفرستم. بله میام میام. باشه باشه، ببین وسه یه غذا رو نخور، هرچه میتونی بپزی بپز، بقیهش رو از بیرون میگیرم. باشه، من رفتم. بله سلما خانم، همه چی رو توضیح دادن. باید به کار این خونه برسی، ولی کار اصلیت نگهداری از این بچه است، مخصوصا که گریه نکنی. نه خانم، چرا گریه کنه؟ اصلا نگران نباشی. و چطور نگران نباشم؟ یه جوری گریه میکنه که پرده گوشت پاره میشه، جیگر آدمو خون میکنه. هر وقتم گریه کرد سری از اتاق من دورش کن. بله چشم. اصلا هم خوشم نمیاد که این بچه رو بغل کنم، بهش عادت ندارم. چشم چشم خانم. میگم بچه تون خیلی بامزه است، اینه یه عروسکه. خیلی هم شبیه سلما خانم شده. چی؟ چرا چرن میگی؟ کجا شبیه اونه؟ نه خانم، خب منظورم اینه فقط بینی و پیشونیش. خواهشان نظرات تو برای خود نگهدار، فعلا برو یه چایی بریز بیار. منم میگم چرا ازش خوشم نمیاد، قیافش به انباش رفته، مخصوصا این زرزر کردنش، توفه همش دهنش بازی. گرفتارش شدم. زن داداش، میخوای کمکت کنم؟ نه نه، بگو ببینم کی داری میری دبی؟ مدارکمون که تکمیله، چند روز دیگه. ببین اونجا رفتی یادت نره ها، بازم به مادر شوهرت خدمت کن. علی اصلا اینطوری نیست. جدی؟ اولش این مدلی هن، بعدن خودشونو نشون میدن. اینطوری نیست داداش افضل، مگه کم هوای شما رو داره زن داداش؟ آره خب من فرق دارم دیگه، ولی تو با 7 قلم آرایش خودتو پیششون جا کردی. علی صورت نمیخواد، دنبال سیرته. صورتم هرچی هست خدا خلقش کرده، بعد هم مگه خدا چیز بدی خلق میکنه؟ حرفای گنده تر از دهنت میزنی. علی به هم یاد داده. میگم آبجی سلما هنوز نیومده؟ ای اینو ببینم، الانگو چقدر خوشگله. مال اینجا که نیست، از دبی آوردی شده؟ نه سن داداش، این کادوه داداش افضل آبجی سلماست، برای عروسیم بهم دادن.
بفرمایین شروع کنین. از این پلو هم بریزین، خیلی خوشمزه شده. ببخشین، باید حتما جواب بدم. الان خاله جون چقدر خوشگل شدی. بله، عروس من خیلی خوشگله، با سلیقه و اهل زندگی و فوق العاده با ادبه. همش به خاطر تربیت و فطرتیه که داره. من که خیلی میترسیدم، ولی الان هیچ غمی ندارم. سیرت و صورتش هر دو قشنگن. بله، شما که باید تعریف کنی. صورت و سیرتش که معلومه، ولی جاهیزیش دهنتونو بسته، خونتونو کلن پر کرده. چی داری میگی تلن؟ همه یه دختر جهیزیه دارن. من که ای گفتم ندارن، فقط اصلا این دورو بودن رو نمیتونم تحمل کنم. گوزر، این حرفا چیه زنده داشت میزنه؟ اصلا منظور بدی ندارن. واه، دقیقا منظور من همین بود که برداشت کرد. من که گفتم هیچی نمیخوایم. اصلا مگه خونم چیش کم بوده؟ بله، اینم یه مدلشه دیگه، خود از دهنتون بشنوه. خواهشن ساکت باش تردم. چطوری میتونم ساکت باشم؟ کلی جهیزیه خریدین و خواهراتون رو رد کردین. چی فکر کردین که من نمیفهمم؟ بسه، شورشو در آوردی. بیشتر از این نمیخوام بشنوم. علی، پاشو بریم خونه. گوسر، تو هم میای؟ پاشو علی. ببینید، به دل نگیرید. بفرمایید بشینید، غذاتون رو بخورین. اینطوری با دلخوری نرید، بشینید صحبت کنید. داداش افضل، دیگه جایی برای صحبت نمونده. یکی به من میگه چی شده؟ کی اون حرف رو تکرار میکنه؟ زن داداش نیست که، ماره تو آستینه. وای چه شلوغش هم میکنه. مگه من اشتباه کردم؟ یه خونه رو برای عروسی خواهرتون فروختین و من اینطوری آواره کردین، بعد الان مظلوم بازی در میاری. کی اینو گفته؟ به جز خودش کی اینقدر مزخرف میگه؟ خان داداش، ما بریم. همینطوری که نمیشه رفت، پاگوشات کردیم دختر. بسه، خیلی بهمون خوش گذشت. ببینید، من از شما معذرت میخوام، باور کنید همچین فکری تو سرمون نیست. تو چرا عذرخواهی میکنی؟ هر کی اشتباه کرده خودش هم عذرخواهی میکنه. عذرخواهی کنم؟ چه خوشخیالی. کمال راست میگه تلم، باید از خاله جان عذرخواهی کنی. مگه تو خواب ببینین که عذرخواهی کنه؟ تلان مامان، بریم دیگه. خواهرم با شکم گشنه و با قهر از خونم رفته، از خونه من. ترلان، تو باید حرفتو پس بگیری. حرفی که از دهن بیرون رفته رو که پس نمیگیرن. زنداداش باید قول بده که دیگه همچین رفتاری نکنه. اوهو، ببینم خوابی یا توی هپروت سیر میکنی. باشه، حالا مثلا برای دلخوشیت قولم بدم، قولو میشه زیرشم زد. خان داداش، خودم دارم حرف میزنم، تو نپر واسه. حرف میزنم، ساکتم نمیمونم. منو که از خونم آواره کردین، برای ماشینم هم یه قرون ندادین، بس سر تا پای خواهرتو طلا گرفتی. ما ها یتیم بودیم طلا. موقع ازدواج سلما من یه قرون پولم نداشتم، در رو بستم و اون روز کلی زار زدم. دلیل این که به کوثر جهاز دادم فقط دلیلش این بود که دل خودم رو خوش کنم، وجدانم آروم کنم. ولی تو نباید. برای دلخوشی خودت که دل منو سوزندی، بعد همی که به خاطر اون کوثر میخواستی دست رو بلند کنی، اصلا نمیبخشم. من رو دست بلند نکردم. باشه، اگه اینقدر بدم چرا از خونه پرتم نمی کنی بیرون؟ وزدون से हम अलग हैं
اثر کجاست؟ داداش اثر که رفت سلما رو برسونه. دارم میرم خونه کوسر. این موقع؟ نمیتونم تا صبح منتظر باشم. خانواده شوهر کوسر آدم های شریفی هم. این بیا به روی و تحمل نمی کنم. حتما باید برم اونجا. فرما صابخونه برای کارکاسبی داره عرق میریزه، بعد این یکی کوله رو زده تو اوج گرما وسط تابستون داره کیف میکنه. تا حالا فکر کردی تا کی میخوای با این پولای مفتش کنی؟ نه، چون همش دارم به این فکر میکنم که تا کی بالاخره به تصمیمت میرسی. کدوم تصمیم؟ همین تصمیم رفتن از خونه. همش انگار خدا لطفش رو ازمون دریغ میکنه و برمیگردی. خودت که دیدی این دفعه خانداداشم نعمت منت کشید ولی بازم برگشتی. تو بهت بگم، من میرم به افسر میگم. خیلی خوب باشه، بگو، مشکلی ندارم. منم همونطوری قهر میکنم که تو قهر کردی. چی فکر کردی این گلو شکایتای کوچیکو به افسر میگم؟ خودم یه چیزی میسازم که داداش داداشو خودشو بکشه. حتما قصه زلیخا رو شنیدی؟ کاملا درست میگی، ولی زلیخا خار و ذلیل شد. پس برای این بود که میگفتی از هر رو نمیخوای ها؟ نه نه مامان، نرسیش. بسته، نمیخواد الکی توجیه کنی. تمنا همه چی رو بهم گفته. خیلی خیلی ازت ممنونم. ما را لایق ندونستی دخترم. قبل از اینکه قضیه از اینی که هست بدتر بشه درست بگو ببینم چه خبره. مامان اصلا اینطوری نیست، اون فقط برادر دوستمه. خب منم رو که بهش گفتم که به جای اینکه قربون صدقه من بره مامانشو بفرسته خونم. حالا مامانش میاد؟ خودش که اینطوری بهم گفت. دختر صاف و ساده من، بیشتر پسر رو وعده وعید میدن، برای خوشگلی هم جون میدن، ولی مادرشون به قیافه کاری ندارن. آخه من همه اینا رو به دوستم گفتم، حتی اینو بهش گفتم که آدم های فقیری هستیم. اونم گفت که فقط یه دختر خوب میخواد. خدا کنه حرف و عملشون فرق نداشته باشه. همه این افضل و اظهر نیستن. همه هم مثل ترلان و تمنا پیشونیشون سفید نیست. خاله جان آروم شد؟ با بدبختی جمعش کردم. با جای شکرش باقیه. ترلان کجاست؟ اسدم ندیدم، کجا رفته؟ زنده داشت دست اسدو گرفت و رفت. این وقت شب جلوشو نگرفتی؟ الان اصلا این کار درست نیست. تو ساکت چاپلوس، درست و غلط رو باید از تو یاد بگیرم. راست میگه، تو دیگه شورشو در آوردی. خب دخترایی که برادر دارن خیلی خوشبختن. تو هم اگه برادر داشتی همه این کارا رو برات میکرد. اینم تقصیر شما هست دیگه، چرا یه پسر به دنیا نیاوردین؟ حق زن و بچه رو دارن میخورن، بعدم میخوای من هیچی نگم؟ چه فکری با خودشون میکنن ترلان؟ میگن پدرش چطور تربیتش کرده؟ با افسل جنگ و دعواتو میکردی ولی جلوی مهمونا اینطوری آبروشو نمیبردی. آبجی تلان هنا از کیه داره گریه میکنه؟ اون عادتشو عر بزنه، اصلا محلش نذار، خودش خسته میشه خوابش میبره. آه من آرومش میکنم. آره 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 آرومش کن، آخه مثلا زنموشی دیگه. الو؟ بله داداش افسل، آبجی تلان رسیده. Thank you.
مامانم میگفت آقا افضل اینقدر آدم خوب و باشعوریه که نصف شب پا شد و اومد ازمون عذرخواهی کنه. ما خودمون خجالت کشیدیم. تو چرا هیچی نمیگی؟ آخه چی بگم؟ زن داداشم حرفی برای گفتن نذاشته. آخه مامانم از کجا میدونست پشت صورت به اون قشنگی و معصومی همچین آدم وقیعی هست؟ اون همینطوریه. داداش افضل خیلی صبوره که همچین زنی رو تحمل میکنه. وگرنه اگه زن من همچین کاری کنه از خونه پرتش میکنم بیرون. چی شد؟ عزیزم ببخشید علی، واقعا ببخشید. تو چرا عذرخواهی میکنی؟ دیگه گریه نکن، صبونتو بخور بیا. گریه نداره که، همشو بخور. گریه نکن، بخور. اصغر این خیلی سخته که مجبور شدین ازشون معذرت خواهی کنی. خیلی مسئله حساسی بود تمنا. خانده‌داش با کلی التماس از فامیل شوهر کوثر عذرخواهی کرد. آبجی سلمان و کمالم رفتن، شبم من باید برم عذرخواهی کنم. میتونم منم باهات میام؟ کوثر از من خیلی ناراحته. آره خب میدونی. خیلی خوبه، من فقط زبون دارم و تو عقل. هم پسره رو گول زدی و هم خواهرشو. شما باید یاد بگیری زن داداش، با عشق میشه همه رو تو مشت گرفت، ولی شما اصلا سعی نکردی حتی به خواهرت محبت کنی. ویل کن، کی به کور محبت میکنه؟ اینایی که این میگه فقط دروغ و ریاست. داداش جان من باورم نمیشه. بله کاملا درسته، کاملا درست میگی شما. هر طور میل تو زندگی کن. آره تو خونه یه جوری. خدا به خان داداشم خونه میده انشالله، مزد زحمتاشو میگیره. میبینیم چه خونه یه قشنگی میگیره داداش. آره شکی توش نیست، داداشت مزد زحماتشو میگیره و خواهر و برادراشم همه رو میکشن بالا. نه حالا داداشت کی میاد؟ هنوز که خبری از این شازده نشده. آره رفته لاهور برای کار و بارش. لاهور؟ اصلا به فکر اعصاب خوردی من نیست، رفته لاهور خوش بگذرونه به اسم کارو کاسبی. آخه الان وقت رفتن برق بود؟ مامان شربت بخور گرما رو حس نکنی. دخترم مادر دوستت که میخواست بیاد چرا نیومد ها؟ خودم گفتم نیاد. چرا؟ دلم نمیخواد تا وقتی آبجو تعلان اینجا سمت خونمون بیاد. چرا عزیزم؟ انگار نمیشناسیش مامان. آبجو تعلان هرچی به دهنش میاد میگه. دلم نمیخواد فکر بدی در موردمون بکنه. چی گفتی؟ اگه جرأت داری دوباره بگو. داری کجا میری تعلان؟ میرم خونم دیگه. کجا میرم؟ چاره دیگه ای هم دارم؟
مامان و بابام خوابشون نمیبره که نکنه من همیشه اینجا باشم. هی اسد بیا اینجا. این حرفا چیه میزنی تر؟ راستشو بگو تمام گرما رو نداری؟ زر مفت نزد که دهنتو جر میدم. ایوا اقلا بذار بابات بیاد، خودش میرسونه. تنهایی چطوری میری آخه؟ تنها اومدم تنها هم میرم. بیا تلان، تلان بلش کن مامان، شما که اخلاق اونو میتونی. معصوم، معصوم بیا اینجا اینو بگیر، خیلی گرمه، خسته شدم. بیا ببر. خدا عشق عموشه. آره بفرما. صابخونه برای کار کاسبی داره عرق میریزه، بعد این یکی کوله رو زده تو اوج گرما وسط تابستون داره کیف میکنه. تا حالا فکر کردی تا کی میخوای با این پولای مفت عشق کنی؟ نه، چون همش دارم به این فکر میکنم که تا کی بالاخره به تصمیمت میرسی. کدوم تصمیم؟ همین تصمیم رفتن از خونه. همش انگار خدا لطفشو ازمون دریغ میکنه و برمیگردی. خودت که دیدی این دفعه خانداداشم نیمت منت کشید ولی بازم برگشتی. تو بهت بگم، من میرم به افسر میگم. خیلی خوب باشه، بگو، مشکلی ندارم. منم همونطوری قهر میکنم که تو قهر کردی. چی فکر کردی؟ این گله و شکایتای کوچیکو به افسر میگم؟ خودم یه چیزی میسازم که داداش داداش خودشو بکشه. حتما قصه زلیخا رو شنیدی؟ کاملا درست میگی، ولی زلیخا خار و ذلیل شد. بیا بریم عشقمو، بیا بریم. منظورت اینه که اون گفته میخواد زن داداشش بشه و همه گوش دادن؟ آره حواست باشه. چیز دیگه ای نباید باشه مادر ترلان. چیز دیگه ای میتونه باشه حاج آقا؟ تو این پیری چیزی جز آبرو برای من باقی نمونده. هیچی. تو خونه وقتی بحث ازدواج برادرام میشه، خواهرها اول از همه یاد دوستاشون میفتن. تارای ما هم که خیلی خوبه، دیدنشون که عیبی نداره حاج آقا. خودت تصمیم آخر رو بگیر. حرف درست عزیزم. پس دلشوره رو بذار کنار و بسم الله بگو. همین کارو میکنم. توکل به خدا، امید به خدا. بابا نمیدونست این عروسکش این جوجوش اینجا نشسته. بیا اینجا ببینم دخترم. آفرین. گله 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 گله. برو برو بابایی قربونش بشه. آفرین. خوشگل من بابایی قربونش بشه. آفرین جون بابا.
بله بله بله، من یه روب دیگه میرسم. بله یه روب دیگه اونجا. باشه باشه، خداحافظ. میخوای اینجا بخوابی؟ اوه آره، انقدر کار کردم خسته شدم، چشم سنگین. بهونه نیار، همه رو فهمیدم. اینم دوباره توته و حرفای خواهرته. نه اسم خواهرامو اینجوری نیار. میخوای قبل از اینکه ازشون بگم وضو بگیرم؟ ببین من از لحاظ جسمی و روحی خیلی داغونم، نمیتونی هم دردی کنی، حداقل اذیتم نکن. آره خب، کی گفت همه چیو بفروشی و برای عروسی خواهرت خرج کنی؟ خودت خواستی. الانم راضیم. میدونم مصیبتش با منه، من باید اذیت بشم دیگه. بی خیال من شو، لطفا دستامو ببین. بفرما، من چرا باید بی خیال بشم؟ تو بی خیالم شو. ای خدا، چقدر این عشقای منو در آوردن. چی بپزم خانم؟ چلو گوش خوبه؟ لازم نکرده، اصلا میل به گوش ندارم. سبزیجات بپز. سبزی نداریم. مگه افسر سبزی نگرفته؟ خیلی عجله داشتن خانم، گوشتم سری گذاشتن و رفتن بیرون. ولی من دلم سبزی میخواد. یه کاری کن، ادویه ها رو بساب، منم برم سبزی بگیرم. شما؟ چطور؟ بلد نیستم برم سبزی بگیرم بیارم؟ اسد؟ اسد بیا، بریم خرید. خوب بسابا. آقا از اون فلفل کوچیکا ندی و درشتاشو برام بذار. شش. چیه؟ اولین بار دیدی یه دختر میاد سبزی بگیره هان؟ چشماتو چرا درویش نمی کنی؟ از حدقه ترشون میارم میذارم کف دستتا. کی نگاه کردم؟ کی نگاه کردم؟ زود باش تو. اینا خوبه دیگه، بده به من. برای چی میشه دیگه؟ یه کیلو دیگه هم اسفناش بده. بسه آقا بسه. مامان میخوام برم تاب بازی. تاب تاب؟ باشه را بیافت. بودو بودو.
کیف میده؟ نمیترسی که ها؟ آقا نگهش دار. بسه بسه بچه رو بیار پایین. بودو بودو اسد بودو. اینجا چه کار میکنی؟ اسد لش کرده بود که میخواد تا بازی کنه دیگه. ای بابا، یعنی چی لش کرده بود؟ تو این خیابون چه کار میکنی؟ من اومده بودم سبزی بگیرم دیگه. مگه من مردم؟ بیا بیا بریم، بیا بریم پسر. نگهش دار آقا. بیا پسرم آفرین، بیا بشین. اینم شد کار؟ کل هفته گوشت و سبزی میگیرم. مگه نتونم وظیفه کمال ازهره؟ تو برای چی رفتی بیرون؟ خب حواس سبزیجات کرده بودم دیگه. یه زنگ به من میزدی، من که نمرده بودم. خب حالا که رفتم چی شده؟ رفته بودم خرید کنم، نرفته بودم با مغازه دارو شوخی کنم. دهنتو ببند، خجالت نمیکشی؟ هر چی به زبونت میاد میگی؟ اصلا یه به دهنم چسب بزن. چرا دهنت؟ دست و پاتو میبندم. فکر بدی هم نیست. تا الان زن یه احترامی داره، وقتی از خونه میره بیرون آبروی کل خانواده‌شو با خودش میبره. مردم چی میگن؟ زن افضل اینطوری راحت داره میچرخه؟ هیچ کسی ندید اینجا که کسی منو نمیشناسه. بحث دیدن نیست، خودت میدونی خوشم نمیاد با این سر و وضع از خونه بری بیرون. میفهمی چی میگم؟ منم بلد نیستم با سر و وضع نامرتب برم بیرون. تا الان خب چی کار کنم؟ تو خونه حوصله‌ام سر میره. خب به من زنگ میزدی بیرون، یه جا میرفتی بیرون؟ بفرما، آدمی که موقع حرف زدن نگاهمم نمیکنه میخواد منو ببره بیرون. اینم به خاطر خودته. باشه دیگه، خیلی نصیحتم کردی. تو خونه حوصله‌ام سر میره، تلویزیون رو را بنداز و یه گوشی اندروید هم بگیر. دیوونه. ترلان اول صبحانه بچه رو بده. ها خب دارم میدم دیگه. سلام خان داداش. سلام. علیک سلام. زن داداش برای منم نیمرو میاری؟ ایوا تو هم خونه بودی؟ برای تو صبحونه درست نکردم. خیلی خوب، اشکالی نداره، فقط چای خالی میخورم. ترلان براش صبحانه بیار لطفا. مگه نمیبینی خودم هم دارم صبحونه میخورم؟ صبحونم تموم شد درست میکنم. از این بخور. نه بردار بخور. خب فقط چایی میخوردم. کانال ما رو سابسکرایب کنید، حمایت شما به ما روحیه میده.